دل سلام به برنامه بریز و بپز با شالی خوش اومدید. مهمون امروز ما یه خانم نویسنده، ژورنالیست و خیلی کار درست. یه کمم جدیه. و امروز هم داره میاد آشپزخونه من که یه غذای خوشمزه درست کنه، ثابت میکنه که زنای ایرانی تو هر کار نمبر وان هستن. آماده این؟ جدی باش، اومد. سرشا روزنامه‌نگار. اومدم از یه روزنامه‌نگار کهنه به یه روزنامه‌نگار جوان آشپزی یاد بدم. اگه دلتون میخواد ببینید چی کار میخوام بکنم، بفرمایید با هم دیگه بریم تو آشپزخونه شالی. دوستای عزیز من، ببین کی اومده آشپزخونه و بریز و بپز با شالی. خانم هما سرشا، من اجازه دارم بغلت کنم؟ آخ جوا، آخ سلام بر تو. خوش اومدی. مرسی. واقعا مرسی از دعوتت. افتخار منه که شما اومدین امروز. انقدر من اول از شما بپرسم، بگم خانم سرشار یا بگم هما جون؟ هما جون. هما جون، انقدر دوستتون دارم، انقدر همه شما رو دوست دارم. لطف دارن همه. من هنوز باورم نمیشه که هما جون وقتشو گذاشته اومده به این برنامه بریز و بپز با شالی. هی نگاش میکردم میگفتم واقعا هما سرشار اومده آشپزخونه من. من اول اجازه دارم یه کادویی به شما بدم؟ یه چیز کوچولو دارم برای شما. اجازه دارم؟ من باید بود اول کادو بدم؟ حالا شما خودتون که اومدیم برای ما کادو هستید. ولی انقدر وقتی که تیم من گفتن که خانم سرشار هما جون قبول کرده که بیاد برنامه آشپزی، گفتم من یه چیز برای هما جون باید درست کنم. مرسی. یه دونه بسکت چایی که دانمارکی از قنادی مامانینا با یه لیوان بریز و بپز با شالی. منم برای تو یه کتاب آوردم. این کتاب مال یک عکاس ایرانیه. میتونیم بازش کنیم؟ بله بله. ببینم. اشکان نوروزخانی که در پاریس زندگی میکنه و این کتابش تازه در اومده، از زنان ایرانی نسل منه. اسمش هم هست گرین بلو گری، بنیش به موهامون گرین الان گری شدیم. ولی با این رنگ موهاتون چه چیزایی شماها یاد گرفتین توی زندگی که به جنریشن بعدی مثل من میتونید یاد بدین؟ والا این اوضاع احوالی که ما میبینیم، ما بعد از شماها چیز یاد بگیریم. بفرمایید. من یه دقیقه با اجازه اینو بازش کنم، میخوام ببینم این توشو. خانم سرشا یه کتاب برای من آورده امروز که من اینو بازش کردم، اصلا خیلی کادو با ارزشی بود. تمام عکسای این خانومایی که واقعا زندگی کردن توی این کتابه. من میخوام بشینم دونه به دونه اینو نگاه بکنم. واو. لیلی گلستان تهران. عکساشونه، داستاناشونه. فقط عکسا، داستانا رو نه دیگه نگات، فقط عکاسه دیگه. ببین این عکسا. فرار پهلوی، پاریس. شهرنوش پارسی‌پور، نویسنده. خانم سرشار، من یه چند بار شما رو آریدی دیدم توی لس آنجلس تو برنامه‌های مختلف. ممنونم برای این کتاب. خواهش میکنم. من هر دفعه به فکر شما هستم، حالا کمکم بکنید. به خاطر من تا حالا ایران، شما میدونین، به دنیا نیومدم، بزرگ نشدم و سعی کردم با تمام وجودم این زبون فارسی رو زنده نگه دارم. میبینم. ما به انگلیسی میگیم مثل انسایکلوپیدیا. من وقتی که به فکر هما سرشار هستم میگم که هما سرشار مثل یه دونه انسایکلوپیدیا میمونه. این به فارسی میشه؟ دانشنامه. اوکی. به خاطر من احساس میکنم انقدر شما چیزای مختلف و اسپشل دیدین توی زندگیتون
که مثل یه من هر سوالی دارم راجع به زندگی، دوست دارم به شما زنگ بزنم، از شما بپرسم. چرا زنگ نمیزنی؟ خب بیشتر باید زنگ بزنم. بزن یه آشوازی بگم با هم دیگه، دیگه دوست شدیم به شما زنگ بزنم. 10، 12، 15 سال پیش بود، برای اولین بار اومد برای یک گرده همایی که پول جمع می‌کردن برای یه مؤسسه غیر انتفاعی، مجری برنامه شد و من اونجا دیدم و دیدم چقدر زن محکم و قوی و خب البته اون موقع دختر جوان، هنوز هم جوانه ولی تازه کارش هم شروع کرده بود، ولی به قدری صحنه رو خوب گردوند که من یکی متحیر شدم، گفتم چقدر افتخار میکنم که نسل بعد از من کسانی هستن مثل شالی زنوره. میدونم اومده که یه از فیوریت ترین غذاهایی که من خیلی دوست دارم و درست کنیم برامون، ولی باور کن من تا حالا این غذا رو درست نکردم. خیلی هم ساده است. چی داره درست میکنین امروز؟ من دارم کوفته شیرازی علی هما سرشار با تفاوتایی که خود هما سرشار توش داره براتون درست میکنم. به ما توضیح میدی؟ بله، که دوستای تو طرفدارات، کسانی که تماشا میکنن سوشال میدیا تو یا برنامه ها تو، بدونن که روزنامه‌نگارام خانواده شون غذا میدن. اون بیچاره بچه ها و شوهر و بچه ها گشنگی نمیکشن. واقعا آشپزی میکنین زیاد تو خونه؟ من موقعی که میخوام خیلی آروم بشم آشپزی میکنم. منم همینطور. پیاز سرخش هم نمی کنیم، برای اینکه فقط چیز بده به آب یه مقداری جون بده. اوکی. این پیاز. خب. یک کاپ پیاز می‌ریزیم. یک کاپ گوجه فرنگی پوستش رو گرفتیم، خوردش کردیم. برای اینکه پوست تو زیر دندون آدم گیر میکنه، اینا مزهش هم خیلی چیز جالبی نیست. خب اوکی، دو تا از اینا رو میندازیم این تو. هسته داره اینا یا نه؟ یک اینا هسته داره، سیاهه نداره. اوکی. برای اینکه تو ایران خب هسته اینا رو در نمیارن، اینجا در میارن. سبزی که لازم داریم، مرزه از همش مهمتره. مرزه همینه. بله. ترخون، تره، شوید، جعفری و ریحون. ریحون. که سه تا یا چهار تا از این سبزیجاتمون معطرن. سبزی معطر لازم داریم. اوکی. اینا رو هم باید بزنیم، باید خوردشون کنیم. حالا. خب خوردش کنیم. الان نه. اوکی. اینو که گرفتیم باید نمک و فلفل زردچوبهشو بریزیم. اوکی. این سسشه. این سسیه که توش کوفته رو بعداً میپزیم، چون این یه ذره طول میکشه تا پخته بشه. این زردچوبه. فقط یه قاشق کوچیک. بله. اینم یه ذره فلفل. خب شما داری اینو فیلم برداری میکنم، باید فکر کنم برگردم یه بار دیگه اینو نگاه کنم. بله. نه خیلی سخت نیستش. کسانی که دوست دارن غذای ایرانی به عقیده شما سخت نیست؟ نه. من اولش هما جون سالیانه بود، من مامانم میدیدم از جمعه تا یک شنبه تو آشپزخونه سبزی چاپ میکرد، پیاز سرخ میکرد، منم همش میترسیدم. باور کن من فکر کنم 10 سال پیش غذای ایرانی رو یاد گرفتم به خاطر میترسیدم از غذای ایرانی. نه، این کاری که اینی که من میگم، این کوفته رو موقعی که درست بکنی، این مال کوفته زنان کار، کسایی که کار میکنن، روزنامه نگاران که بچه کوچیک هم دارن. اینو حاضر میکنی، کوفتهش هم حاضر میکنی، میذاری تو فریزر، اصل میای خونه اینو جوش میدی، میندازی توش، نیم ساعت غذا تازه رو من عاشق غذاهای اینجوری هم که سریع بشه. زیره. خب کوفته سبزی ترکیبش ترکیب خیلی درستی، چون هم پروتئین داره، هم کربوهیدرات داره، هم سبزیجات داره، یه غذای کامله در واقع. مثل آبگوشت ایرانی که یه غذای کاملی، کوفته سبزی هم همینه داره. کسانی که دوست دارن که یه مقداری غذاشون شیرین باشه، میتونن یکی از این سینمن چوبشه دارن توی ایران از اینا؟ بله بله، نکوبیدش. اوکی. بندازن توی این آب. از همه سینمن به فارسی، من دارم سعی میکنم فارسیمو قوی تر کنم. حالا سینمن به فارسی چیز داره؟ تجربه؟ بله. اس داره؟ دارچین. خیلی خوب. این دارچینه؟ این دارچینه؟ خب دیگه چی؟ دیگه باید توش لوبیای سفید فیوا بریزیم. این در واقع سوپی که درش میپزم که جا میفته و مثل یه لابداری میشه، با خاطر اینکه فیوا بین توش میذارم. این فیوا بین از اختراعات خود منه که اضافه کردم به این کوفته سبزی شیرازی، با خاطر همین لاب میندازه و این لابش همه کسانی که میخورن موقعی که ذره شروع کوفته میریزن
خیلی بیشتر دوست دارم، کوفت خشک نیست. خب اینایی که این قسمت اولی که ریختیم یه ملاقه میزنیم زیرش، کفگیر میزنیم زیرش که جا به جا بشه. بعد لوبیا سفید رو بهش میگن اینجا فیوا بینز خشک سفید. حالا من یه سوال دارم جونم. من یه مدتی هر کسی به من میگفت من از ایران داره میاد چی برات بیارم، من بهش میگفت هیچی به جز لواشک رو برای من بیارین. ولی الان به خاطر آشپزی بیشتر و غذای ایرانی درست میکنم بهش میگم یه ذره شنبلیله برای من بیارین. از این بینزای فاوا تو ایران، غذاهای ایران، مال شهر شماست، مال منطقه شماست. فاوا تیجان قربان؟ تیجان قربان چه جوره؟ تیجان قربان ماست؟ مال شماله. من نمیدونستم مال شماله. مزارش تو شماله. دوستای شمال، دختر خاله من، خواهش میکنم یه ذره از اینا برام بفرست اینجا. لوبیا فاوا براش بفرست. اوکی، ولی غذای ایران با اینجا فرق میکنه هما جون؟ خیلی فرق میکنه. یعنی ارگانیکی که میگن ارگانیک واقعی در ایران. من همینو میشنم، خیلی میشنم. هر کسی که میره میگه شالی اگه تو یه روزی بری ایران اینقدر تمر غذاها اصلا فرق میکنه کاملا تا اینجا. درسته. اوکی. حرف نزنیم یادم بره که در اینو نبندیم. در این قابلمه رو میبندیم. برای اینکه بپزه. این شد سس. این برای خودش میپزه، آروم آروم میپزه تا ما کوفته رو درست کنیم. وقت کوفته شد. میدونی که من دستکش دستم کنم. مگه زردچوبه نداره کوفته؟ دیگه تا حد ممکن سعی میکنیم که انگشتانمونو همینجور الان ببینن ناخونامونو، بعد اگه زردچوبه‌ای شد وایس اف امریکا برام یه مالیکولی سیفرسن درستش میکنه. برای شما میفرستم، برای من نمیفرستم. من دنبال دستکش بابا، یه دستکش به من هر روز باید برنامه زب بکنم. الان ناخونام با زرد و مامانم وقتی که میاد تو آشپزخونه من، هما جون که واقعا آشپزی یه مادر بزرگ غذاشون اصلا فرق میکنه. حالا به خاطر شاید دستاشونه، نمیدونم چیه، ولی من هر چی سعی میکنم غذا رو که مثل اونا درست میکنم نمیشه. برای چی؟ دلیل داره؟ عشقم توش میریزی؟ وای چه عشقی دارم، یه قیری هم میریزه توش. قیر نریز توش، قیر خراب میکنه غذا رو، خراب میکنه. نه حالا آدم خوب میکنه. موجود من اگر میگی بعد نمیبینی چی داری میریزی تو سر غذات. باشه دفعه دیگه این کوفته رو درست میکنم بدون غیر، درست میکنم ببینم اگر خوب شده دیگه نمیرقصم. نه بعد موقعی که میخوای ببری بکشی بذاری سر میز، دیسک دسته برقص و برو سر. باشه. هما جون گفت نرقص و یه ذره ترسیدم، گفتم نباید برقصم، آخه کی تو آشپزخونه نمیرقصه؟ ولی یادم نمیاد آخرین بار که رقصیدم. اصولا بدن نرمی ندارم. بعدم اون ضرب المثل معروفش شنیدید که میگه گفت اینجوری بکنم با کی؟ گفت بله. گفت اینجوری بکنم با کی؟ بعد گفت اگه اینجوری بخوام بکنم چطور میشه؟ گفت تجزیه خوب مردش ترکیبی تو ببرن قضیه منه دیگه. اینی که من تصمیم گرفتم نرخصم آقا جفتم. به اندازه هر کدام از کوفته ها مثلا ما یه چیزی حدود انقدر که لازم داشته باشیم، مثلا این میشه به اندازه یه همبرگر مثلا. اوکی. دیگه خود هر کسی به تعداد کوفتهایی که لازم داره درست بکنه. با 2 پوند گرفتیم، 1 پوندش پلتو، 1 پوندش پلومت. خب برنج 1 کاپ. اوکی اینم خیس شده برنج. خیس شده است. بعضیا خب برنج رو خرد میکنن، من خرد نمیکنم ولی شو میتونی. خب میریزیم وسط. بله. اینم بریزیم اینجا. امروز میخوام یه کوفته درست کنم و یه بعد سبزیامونه که خرد کردیم. آها. یادتی که اونا رو همه رو گذاشتیم رو این چوب خرد کردیم. اینا. این سبزی ها یه بار دیگه به خاطر من یادداشت کنم، یه کسی برای ما بریزه چی بود؟ ریحون، جعفری. شیویت، تره. تره. مهمترینش ترخون و مرزه. اوکی. این برای شما، اینم برای من. همه رو ریختین. اوکی. بله. خب میخواییم همه بخوریم دیگه. حالا خیلی بوش خوبه. حالا این مجموعه رو شما باید لطف کنید با دستتون. قشنگ شما که دستکش دستته، انگشترت هم دستته. انگشتر دست. این گوشت و پیاز اینا میذارید انگشترت. ولی زردچوبه. نه در نیارم. میکنم باید بابا. ورز دادن کوفته و ورز دادن کباب اینا همش خیلی اهمیت داره در آشپزی ایرانی. چون یکی از بخش‌های مهمیه که گوشت یه جوری
در اثر این فشار دادن و با هم چلوندنش و ورز دادنش به هم میچسبه و این چسبندگیش باعث میشه که نه کباب از سیخ میفته و نه کوفته در قابلمه وا بره. زردچوبه؟ زردچوبه قرار بریزم؟ اگر لطف کنی مرسی. زردچوبه اوکی. یه ذره نمک. آها. مال تو مال من. مرسی. یک کمک مال تو بیشتر. اوکی. فلفل. این آشپزی سنتی اینه دیگه، قاشق و فلان اینا رو ولش کن دیگه، همچنین با چشمه بریز دوش فقط بریزیم برای خودتون. آره. خب. بعد این تمی اون زیره رو ریخیم تو آب، زیره رو ریخیم آره. تو آب. بعدم اگه که دوستان یه ذره اون سس کوفته سبزی رو شیرین تر دوست دارن میتونن یه دونه از این چوبای چیز رو بذارن. چوبه چی؟ بگو چی؟ این چی بود اسمش؟ واو من یادم رفت بابا. او دارچین. خب تست اولو درست انجام دادی، قبول شدی. خب این هر چقدر ما بیشتر ورزش بدیم، ورز میدونی دیگه چیه؟ بله. مثل ورزش یعنی بکوبش باشه. خب اینم رقص نمیشه. کاری با این میتونی رقص کنی. ریپ دارم. میخوای بیام کمکت؟ بیام کمکش. بسن. اولاً که داره خراب میکنه. اولاً که مادر شوهرت اگه بیاد، مادر شوهرت سنتی اگه میومدن میگفتن یه عروس ولخرج به درد ما نمیخوره. یعنی که نصف سبزی اینا رو از بین بردی. پخشو فهمید. سعی خودمو داره میکنه. شالی کارشو بلده. شاگرد خوبی نبود به دلیل اینکه نمیخواد یاد بگیره دیگه، میخواد صفا کنه کرد. اندازه یک چیز دست، اندازه کف دست خیلی. نه مال من بزرگ شد. بردار زیادی شو بردار. اوکی اول گلوله بکن، بعد اینجا شو باز کن، پهنش کن مثل همبرگر. بله. اوکی خب حالا نوبته آلو بخارا. اوکی آلو سیاه فرق داره چی بذارم؟ خودم میتونم انتخاب بکنم دیگه. همه شو بذار دیگه. یه دونه از این، یه دونه از اون، یه دونه از اون. روش هم پیاز دار. اگر ترش دوست دارم دو تا از اینا بذارم بهتره. اوکی بهتره. باش من ترش دوست دارم. میتونی اگه دوست داری که مثلا با مهمونات هم چیز یه ذره بازی بکنی. آها. و مسابقه بذاری، بگی مثلا هر کی که دو تا آلو تو کوفتش بود برنده جایزه میشه مثلا. آه چیزا. چه جالب. بعضی هم تخم مرغ پخته میذارن توش. تخم مرغ؟ تخم مرغ پخته سفت رو میذارم به جای این آلو اینا میذارم. من اونو تا حالا ندیدم. گردو رو دیده خب گردو هم میذارم. گردو هم بعضی هم میذارم. ولی تخم مرغ؟ تخم مرغ خب منم زیاد علاقه بهش ندارم. خب ما یه دونه ظرف آب لازم. چیکار داری میکنی؟ خب ما جون سب کن. مال من حاضر شد. یه اولین باری داره درست میکنم. حالا بگو ما جون از این قضا از کجای ایرانه؟ این من باقلا قطق اینا رو خیلی میدونم از رشت. مال شماله. این کوفته همه جا دارن. تبریز دارن. رشتی هم دارن. تهران دارن. رشتی هم حتما کوفته خودشونه دارن. ولی این کوفته سبزی، این کوفته سبزی مال شیرازه. شیرازه. اوکی. من متولد شیرازم، دو ساله بودم از شیراز به تهران اومدیم. ولی شیرازی خیلی زیاد هم غذای ملی در واقع یا غذایی که مال شهرشون باشه ندارن، به جز چند تایی دو پیاز آلو دارن و همین کوفته سبزی شیرازی رو دارن و خیلی معروف نیستن به آشپز شیرازی ها. به صفا بیشتر دو شهرت دارن. این شد کوفته سبزی. نه اون کار نکن. بیا اینجا مال من یه ذره سوراخ داره. مثل نوام که میگه یه کاری میکنه بعد میاد میگه دور کمکم کن. کمکم کن. سب بیام کمک بزن. اوه وایستا سب کن. شما یه کاری کردی من با اینو یاد بگیرم. با این دست داری اینا رو میکنم تو همه رو. آها ببین بعد این درزارم میگیری همه رو. میگیری اینجا بعدم وسطش فشارش میدی. بعدم هی قلقلقلقل کف دست. داشتم دست هماجون رو نگاه میکردم یه کاری با انگوشتاش داشتی اینجوری کوفته رو میگیره ولی آخرش با این انگوشش میرفت توش. اینو شو من باید یه ذره تمرین کنم یه کوفته این بساقون. نه نشد. کوفته سبزه غذای سختی نیست ولی باید قلقش دستت بیاد. کوفته درست کردن خیلی کار سختیه. هما جون گفت آسونه. برای من که دیگه یه چیزی حدود 50 ساله دارم درست میکنم کار آسونیه. چشم بستم میتونم انجامش بدم ولی
در میان آشپزیایی که اگه مقایسهش بخوام بکنیم با استیک و نمیدونم سرخ کردن مرغ و مرغ تو فر گذاشتن اینا یه ذره سخت‌تره. دستم درد گرفت، کوفته‌ام له شد. من کار دارم با این کوفته، کار دارم. داشت سعیشو می‌کرد تفلیک. ولی دیدم نه، انقدر این دستای نازنینش از این کارا نکرده، گفتم بذارم کمکش بکنم که کار راه بیفته. کار شما راه بیفته حداقل. بله، هر وقت حواس کوفته کردی، کوفته شیرازی علی هما سرشار، یه تکس، یه تلفن. هما جون من دارم میام لس آنجلس برای من سبزی درست. ببین من شیدن رو میارم. خب شیدن رو میدم به شما، 10 تا کوفته برمیدارم برای خودم. اوکیه. به خاطر من که میدونم شما بچه کوچولو خیلی دوست داری. من عاشق بچه کوچولو. دو تا نوه داری که من عکساشون هم دیدم. هر دفعه هم که صحبتشون رو میکنیم هما جون اصلا چشات برق میزنه. عاشقشونه. کیمیا و ریو. ای جون. کیمیا 3 سالشه. به منم میگه دور دور. میگن دور دور عزیز جون. من به مام بزرگم میگم عزیز جون. نه. به شما میگن دور دور. کیمیا درست کرده این لغت رو برای من. ای. برای که یه راه رفته یه پیش گفتم که دورت بگردم. دورت بگردم. آخه. بعد میگه دور دور. گفت دور دور دیگه اسمون روم. حالا نوه دومی هم میگه دور دور. دور دور. من مامانم یه بار به من گفته که من شالی. من بیکار وای نمیسم. تو حرف بزن من کوفته درست میکنم. من دوست دارم حرف بزنم. برخصم هما جون برای ما کوفته درست بکنه. کارمون تمومه. پیازدار. میدونم. یه دونه دیگه درست بکنیم بزنم اینجا. من مامانم میگه شالی جون من تو رو خیلی دوست دارم. ولی بچه ها تو بیشتر دوست دارم. همین جوریه وقتی که نوه داریم. یه ضرب المثل تو زبان فارسی دیگه میگن بچه بادومه، نوه مغز بادومه. واقعا هم همینه. آره. واقعا هم همینه. دور 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 جون. از اون مامان بزرگاست که ای کاش که من 3 تا مامان بزرگ داشتم. دور دور هم مال من بود. واو. خب هاردی میخوایم اینا رو بذاریم تو؟ بله. آماده با دست یا با قاشق؟ نه اگه که دستتو شستی؟ خب من با قاشق. آه نه دستکش دستت رو در بردی. آره در بردی. ناز نازو خانم نه انداز. بذارم خوبشی. کار رو که کردن که تمام کرد بده به من. من دیگه کارم تمومه خماشو. بذارم کوفته‌ها رو خودتون تموم بکنیم. بله. خب اینا رو میریزیم توی سسش، توی آبش. اوکی همه رو ریختی. قلقل قلقل سرشو به من. اگه جان نمیفته اینجوری اینجوری میکنی. اینم یه رقصه. اینم رقص شد. بله اینم رقص شد. که جا بیفته. آخه شما دختر جوانای امریکایی یک امریکا بزرگ شدین. آها. یه دونه قابلمه گنده تر تو خونتون بگذارین بابا. غذای ایرونی. آره نه غذای ایرونی ما معمولا قابلمه اینجوری داره. ولی ما متأسفانه دیگه. آره اون دیگه خوب شد. ولی اینم خوبه. عالی. حالا چی؟ حالا باید بمونیم 45 دقیقه دیگه بخوریم. 45 دقیقه بازم باید بمونیم برای این کوفته گوشنمون. با ما باشید دیگه. نباشن با ما؟ کی باشن؟ شنوندگان و بینندگان. آره دعوت میکنی. آره علاقه مندان رو دعوت. یا اونا برن یه دوشی بگیرن. یه دوشی بگیرن که ما میخواییم کوفته. ولی واقعا گشنمون شد. قبل از که ما بریم هم ناهار بخوریم که باید بذاریم این کوفته آماده بشه. هما جون واقعا که گفتم واقعا باعث افتخار من بود که امروز اومدی آشپزخونه ما برای اولین بار ببینیم ما چی درست کردیم. رسیپی کوفته هما جون قشنگم اینا رو همه رو نوشتیم. اگر هما جون هم داد کنه یه امضایی بکنه هم دوست دارم بشوریم بشوریم بریم بشوریم. هم دوست دارم برای خودم اینو نگه دارم که یه روزی یه کتابی شاید مثل کتاب به این قشنگی نباشه که گرین بلو اند گری که عکس هما جون هم توشه، ولی یه چیز یادگاری از یه لحظه زندگیم هما جون که واقعا شما و دوستای ما که داره میان توی این آشپزخونه با من داره آشپزی میکنن، هم یه غذایی داره یاد میگیریم، هم دوستای جدیدی داره پیدا میکنن که اینا رو یادگاری نگه داریم. حالا شاید هم یه روزی یه کادویی به شماها بدم، اینو برای شماها بفرستم. یه امضا میکنی هما جون. بذار من اینجا بزنم که ما امضای هما جون رو ببینیم. چون همینجا که اینا ببینیم. همینجا همینجا پس یه جور بسی که من بکنم. اینم مال من. اینم مال من. مرسی خوماجو. I love you. مرسی. خسته نباشی. حالا ما باید 40 دقیقه هم دوباره وایستیم تا این کوفته ها آماده بشه. ما الان وسط این بوئه که الان چسبیده به این کابینت های من که من فکر کنم 4 روز هماجون توی آشپزخونه منه.
کوفته شیرازی جونم، کوفته شیرازی جونم، هیچ کاری نکردم هما جون، هیچ کاری نکردم، ولی اجازه دادی که من با رقص بیام غذا رو بذاریم اینجا که بخ... مزهشو بهتر میکنم. وای چه کوفته هما جون، دستتون در نکنه، خسته نباشی. تو هم همچنین. اینو که اجازه داد آخرش من با غیر اومدم. کوفته چی؟ کوفته جون 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 کوفته. خب هما جون ببینیم هما جون چی درست کرده. نوشه جان. آلوشو خوردم. خیلی خوشمزه است هما جون. دستتون در نکنه. سر درد نکنه عزیزم. من عاشق وسط کوفته‌ام. اینو بازش بکنی. ببینیم وسطش چیه. آشپزی با شالی خانم گل خیلی فان بود به قول خودش و من که خیلی لذت بردم. من همیشه جوانا رو دوست دارم و با همراهی با جوانا و در کنارشون بودن رو خیلی میپسندم. با سلام. ببین کی اومده آقای گلدار. ببین میخوام معرفی کنم به خانوم هما سرشار. برگرد هما جون، نگاه کن برم من. هما جون ما تو رو از کوچیکی دیدیم. We saw you on Facebook, on Instagram. Your mom put on ایجو. And we saw you when you're a baby. آره بشین بغل مامی. بشین بیا بغل. چقدرم پسر خوشگلیه. آره میتونی های فایو بدی به هما جون؟ یه های فایو میدی به آبایی کرد ایجو. اینم عاشق بچه هم من. من میدونم تو چش شما الان میبینم. ویک چی؟ ویک چی داری؟ ویک ویک؟ لوک نگاه کن. میگه نگاه کن. نه من وقتی که شیدین اومد تو، خب شما دوتا نوه داری، من میدونم. این چند بارم که شما رو بیرون دیدم این برون بری من، تا هر دفعه با هم دیگه صحبت میکنیم از این مادر بزرگار میبینید تلفن‌هاشون رو در میارن، میگن نوه من رو نگاه میکنه، اصلا زنده میشی هما جون. میبینم بهترین اتفاقش که توی این سن برای من افتاده، برای من و همسرم نوه‌ها، چون ما به قول شما امریکایی‌ها لیت بلومر گراند پرنس هستیم، یعنی دیر مادر بزرگ پدر بزرگ شدیم، ولی هرچم که دیر شدیم قدرش خیلی زیاد میدونیم. هما سرشار خب ما همه میدونیم خیلی جدیه، ولی 100% من میدونم دور دور جون فوق العاده است، خیلی مادر بزرگ خوبیه. ممنونم شالیزه مردی. ممنون از دعوتت. این شیدن رفته ولی آه. میخواستم این شنیدم یه کتابی هم نوشتی که آخرین دوتا کتابا داره تازه میاد بیرون آه. تا چند ماه دیگه، و شما اینو مجانی داره به همه میدین که بخونن؟ اینو شنیدم، درست شنیدم؟ برای بچه های ایران میخوام به صورت PDF بزنم و آنلاین که مجانی بخونن، برای اینکه هر کتابی که توی ایران در میاد، توی خارج از ایران در میاد، خب یه سری ناشر هستن در ایران که سریع بدون اجازه و بدون مجوز کپی میکنن اینو و میفروشن و خب خیلی هم توانایی اینو ندارن که بخرن. خب چرا ناشر منفعت بکنه؟ چرا بچه های گل ایران، دسته گل ایران که دوست دارن بخونن؟ اینه که من کتابای قبلیم همه هست آنلاینه، آزاد مجانی PDFش هست، میتونن یا دانلودش بکنن یا همونجا بخونن. این جدید دارم میذارم در کنار اونا. من هنوز باورم نمیشه که هما سرشار روزشو گذاشت اومد به ریز و بپز با شادی. با افتخار. انشالله این آخرین بار نباشه که شما رو ببینم. هر دفعه هم که میخواییم بیا خونه ما کوفته درست میکنید چه کوفته ای بود. واقعا جای شماها خالی. یه سلامتی به هما سرشار. سلامتی شالی. عالی. مرسی. نمبر وان. سلامتی. سلامتی. سلامتی همه شما بچه ها. تا اپیزود بعدی بریز و بپز با شالی. شیده کجا رفتی؟ بیا بوس بده. بریز و بپز با شالی. این صدای آمریکاست.